دوستان و عزیزان در خدمتتون هستم. برای فال روزانمون با هم میپردازیم به انرژی جمعه 14 بهمن. دوستان عزیزان، مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین و صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان و یارانی که هستین در کنارم. عزیزان دل، بریم ببینیم چه خبر هست در انرژی های شما. و اولین کارتی که از هیجانات شما صحبت میکنه چه کارتی هست؟ امیدوارم در هر کجا که هستین حالتون خوبه، خوبه، خوب باشه. بریم ببینیم اولین کارت هیجانی که براتون میفته باز هم انتقاد. ولی من خیلی جالب هست که تمام این دسته کارت ها رو وقتی که ما نگاه میکنیم دوستان، فقط یک سری از کارت ها برای شما میفته انرژی. حالا یا دیگران رو انتقاد میکنین یا مورد انتقاد دیگران هستین. من که دارم میبینم که این انتقاد باعث میشه که شما مورد مقداری شاید سردرگم کنه. حالا انتقادی که در مورد شرایطی دارین یا که خودتون هستین که دیگران رو انتقاد میکنین. خب ببینیم دوستان کارت دیگه بهتون چی میگن در ارتباط با این انرژی. کارت بعدی دوستان حرف از این میزنه که احساس میکنم یک سری از شما احساس میکنه که دست و پای شما بسته هستش و آنچنان آزادی عمل در مورد مسئله ای که یا انتقادش میکنین مورد واقعا اینجوری هستش ندونین و اینکه حوصله‌تون سر رفته. ناخوشنودی از شرایطی رو دارم برای شما میبینم اینجا که شما به هر حال روش یک دید منتقدانه ای دارید. خب ببینیم کارت های دیگه بهتون چی میگن. کارت بعدی دوستان از اوراکل جادوگران استفاده میکنم. امشب یه مقداری کارت ها رو عوض میکنم. ببینیم اوراکل جادوگران بهتون چی میگن. دو تا کارت افتاد. خب من یکیش رو برمیدارم و اینکه یکی رو که خب اینجا بذارم بعدش کارت دیگه میذاریم، مشکل نیستش. ببینید یک سریاتون واقعا در این حالت بازم عدد دو اون بالا افتاده. در حالتی که هستش که سردرگمی هستم و احتیاج به تفکر دارین. در مورد مسئله ای که برای شما مهم هست و دید منتقدانه ای دارین دوستان، هیچ کاری جز این که منتظر باشین ندارین. برای یک سریاتون در شرایطی که هستین، شرایطی که نمیتونم حرکت کنم، یک حالته ببینین یک جا هستم نمیتونم حرکت کنم و اینکه دیگرانی هستن که ممکن هستش که از شما دلجویی کنن، ولی چیزی کاری جز این که به خودتون برسین، دیدگاهتون رو روی شرایطتون عوض کنین، در حال حاضر ندارین. متاسفم خندم میاد چون همش داره چکش میزنه میگه شرایط اینه، فعلا اینجوری هستش، فعلا باید بپذیریش، فعلا باید روی خودت کار کنی. دیگه خلاصه دیگه تکلیف شبتون مشخص شد. روی خودتون باید کار کنین و اینکه شاید از دیگران کمک بخواین. ببینید اونا بهتون چی میگن، دیدگاهتون رو عوض کنه، انرژیاتون رو یه خورده عوض کنین. خب دوستان بریم ببینیم کارتای دیگه بهمون چی میگن در ارتباط با این کارت. از کارت آینه بینی براتون استفاده میکنم. بریم کارت آینه بینی بهتون چی میگن. باز هم ببینید دوستان، انتقاد و احساس گناه. ببین حالا یک شرایطی در اون هستین که در یک اینرسی هستین، یک سریاتون در یک عزلتی هستین، توی خونه هستین، جایی هستین، آنچنان حرکتی نمیتونین انجام بدین. ببینین کجا هست شرایط شما، در یک سکنا واقعا. و اینکه ببینین حالا یا اینکه خودتون رو قایم کردین چون دیگران بهتون به قول معروف انتقاد نکنن. خب ببینیم چه خبر هست در کارتای دیگه. و از این روزها دیگه جمعه هم هستش، همه تو خونه. اونایی که ایران رو زندگی میکنن واسه همین هستش دیگه، حال حوصله دیدن کسی هم ندارم و حال حوصله حرف شنیدن و از این چیزا ندارم و دلم میخواد توی کنج خودم باشم، غر شنیدن و نمیدونم این چیزا. یه سری ها مجبورین تو خونه باشین و غر بشنوید. خب بریم ببینیم کارت دیگر رو دوستان با هم دیگه. کارت بعدی حرف از این میزنه که ببین مسئله هستش که ببین خیلی ظریف هستش، یعنی اینکه خیلی باید توش دقت هم انجام بدین. ببین یه چیز هستش که برای اون دارم میبینم تلاش دارین میکنین، مسئله هستش که دوست دارین که به یک تفاهم برسین، بالاخره همه چیز درست بشه و اینکه فقط باید اعتماد کنین. جز اعتماد کار دیگه متاسفانه در حال حاضر از دستتون بر نمیاد. خب بریم ببینیم کارتای دیگه بهتون چی میگن عزیزان. خب کارتای بعد، برای که ایستی هستش که دست خودتون نیست، مجبور به این ایست هستین دوستان. اوکی بریم ببینیم کارتای دیگر در سر شما چه میگذرد دوستان. در سر شما این هستش که دیوونه بازی در بیارم، ریسک کنم، حرکت کنم، از این حالت ها در بیام. در دامنه احساسی بر شما سبکبالی افتاده دوستان. میگم میخندم، سبکبال هستم
و اینکه بریم ببینیم در مورد مسائل کاری شما چه خبر هست. در مورد مسائل کاری دارم میبینم که حالا ممکن هستش که رقیب وجود داشته باشه توی مسائل کاری براتون دوستان، ولی از جانب دیگه دارم میبینم که یک گشایشی هم وجود داره. در مورد مسائل مالی شما، ترس های شما رو اینجا دارم میبینم دوستان. اوکی، من همه اینا رو بذارم. و اینکه در مورد مسائل اجتماعی حرف از انتخاب میزنه، راهتون رو میخواین انتخاب کنیم. باز هم دارم میبینم ممکن است سردرگمی هایی وجود داشته باشه و باید یک راهی رو انتخاب کنین دوستان که به یک آشتی برسین، به یک صلح در درون خودتون حتی برسین. چالش شما این هستش که موقعیت هایی که سر راهتون قرار میگیره رو خوب ببینین دوستان و ببینیم که کارت های دیگه چه چیزی کمکتون میکنه. آپ 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 دیگه خیلی کارت خواستن کمکتون کنم، من فقط یه دونه کارت میخوام. یا حالا در اکثرش دوتا کارت، دوتا کارت افتاد، گفتم دوتا دوتا افتاد دیگه. ببینیم شما یه جور زخمای درونی خودتون کار کردین و دقیقا میدونین چه چیزی خوشبختتون میکنه دوستان. به چه سمتی میرین عزیزان دل؟ به سمت ببینین یک چیز در درون خودتون نگه میدارین، همه چیز رو به همه کس نمیگین، مطالعه میکنین مسائل رو، از آنچه که بر شما میگذرد و قدرتمند دارین میشین. خب دوستان، یک خلاصه از کارت ها بهتون میگم و بعد میرم سراغ کارت های دیگه. عزیزان دل دارم میبینم که یک دید منتقدانه روی خودتون دارین دوستان، دارم میبینم که دارین نگاه خودتون رو بر روی یک سری از مسائل عوض میکنین. در یک ایستی هستین که دست خودتون نیست، مجبور به ایست هستین، مجبور به استراحت هستین برای یک سریاتون، اما چنان از این شرایطتون راضی نیستین، یا اینکه خودتون رو تحت فشار و انتقاد قرار میدین و در روی خودتون بستین، یا اینکه دیگرانی هستن که به شما رو مورد انتقاد قرار میدن و برای همین هستش که در روی خودتون به طور کلی بستین و میدونین که مسئله هست بسیار ظریف و جز اینکه اعتماد کنین کار دیگه از دستتون بر نمیاد. در سرتون این هست که یک شروع دوباره داشته باشین. در مورد مسائل احساسی برای شما سبکبالی افتاده. در مورد مسائل کاری ممکن است رقیب داشته باشین، ولی از جانب دیگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. در دامنه مالی دارم میبینم مقداری ترس دارین دوستان. در دامنه اجتماعی راه خودتون رو مشخص میکنین. چالش شما این هستش که اون شانسی که سراغتون میاد رو ببینین، درستی ببینین و دست بگیرین، چارچنگولی بهش بچسبین. اون چیزی که کمکتون میکنه این هستش که شما بر روی اون دردهای درونی خودتون و زخمای خودتون کار کردین و میدونین چگونه خوشبخت هستین دوستان. یک سری شما خوشبختیتون در کنار خانوادتون هست و به سمت چی میرین دوستان؟ مطالعه مسائل و یک سکوت دارین میرین. خب دوستان، بریم ببینیم با هم دیگه که کارتهای احساسی چه کارتهایی هستن. واو، کارت بسیار زیبایی، خوشحالی اون بالا افتاده بود برای من. میگه که یک زوج و عشق افتاده برای شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین. بسیار زیبا، بسیار خوب، خبرشو به من بدین. بسیار خوب، همه چیز رو به راه. عشق، یه مرتبه عشق در یک نگاه برای یک سریاتون دوستان. خب دوستان، بریم ببینیم قطب مؤنث و نه جنس مؤنث. افرادی که مسائل احساسی و معنوی براشون مهم هست، معمولا شما دوست عزیزی هستین که دارین این فال نگاه میکنین. ببینیم در چه انرژی هایی هستین دوستان. با هم دیگه نگاه میکنیم، چند تا کارت های قطب مؤنث محترم مقدس رو برمیداریم ببینیم چه خبر هستش. میگه که من خودخواه هستم و جنگجو و اینکه من عصبانی هستم و زخمی. اوکی، ما رو نکشی. میگه که خجالت زده، میگه که من احساس خجالت زدگی میکنم و دوست ندارم که دیگران به ریشم بخندن. اوکی، خب بتراش. میگه که دستم انداختن، ترس هام منو دست انداختن و من
به دروغهای تو باور می من دروغهای تو رو باور میکنم. یعنی کاملا قطب مؤنثی هستش اینجا دوستان که اصلا اصلاح شده نیستش، یعنی اصلاح نشده. یک سری ها هستن هیچ وقت تو زندگیشون اصلاح نمیشن دوستان. ولی اینکه توی یک فالی بود داشتم بهتون میگفتم که طرفو دستشو میگیرین از این ور خیابون به اون ور خیابون میبریش که له نشه زیر ماشین، برمیگره نه تنها نگاه میکنه یه سنگی به سمت اون شخصی که کنارش هستش میزنه، بلکه به قولن برمیگرده وسط خیابون تو ماشین هم لهش کنه. خب توجه کنه اینجا کاملا هم احساس شرم هستش، همی که میخوام برم حقمو بگیرم جنجالی، و همی که خودش هستش که سر خودش داره کلاه میذاره، هیچ کس هم نیست سرش رو کلاه بذاره. تک تنها یک قطب مؤنث لوس نونور اصلاح نشده که فقط در اشتباهات خودش غوطه ور هستش. خب بریم ببینیم دوستان قطب مذکر و نه جنس مذکر، افرادی که به هر حال ارزشاشون ارزش‌های پایین دنیوی هستش و احساسات و انسانیت و اینا آنچنان مد نظرشون نیست، اونا برشون مهم نیستش. خب ببینیم اولی کارت که من مسدودیت دارم، خب یک مسدود الله هستش بنده خدا. خب بریم ببینیم چه خبر هستش. کارت ها رو می‌ریزم. من نگات میکنم و هیچی بهت نمیگم و یک چیزی ازت پنهان کنم و اون عشق تو هستش. اینجا میگه که من در حال حاضر هیچ کاری انجام نمیدم و اصلا قادر بگی قدم به سمت تو بیام نیستم. خب به چه دردت میخوره عشقت؟ عشقتو بذار توی به قول معروف کوزه آبشو بخور. حالا بریم ببینیم اینجا میگه که من خیلی کار دارم که بخوام به تو فکر کنم و یک کمی این روزا گم و گیج هستم. خب این که بنده خدا جی پی اس اصلا دنیوی و نمیدونم جهانی رو تحت تاثیر قرار داده و همه چیز گم و گیج هستن و عشقش هم بذاره هر جایی که دلش میخواد و اینکه منفعل هم که هستش و کاری هم انجام نمیده. این قطب مذکر شما، حالا بفرمایید دوستش داریم بفرمایید، کسی که در مقابل شما هیچ قدمی بر نمیداره بلکه کاراش زیاد هستش، شما ارجحیت این شخص نیستین دوستان. خب دیگه بیشتر از این حرف نزنم بهش. خب برای که قطب مؤنث امشب هم از قطبهای مؤنث اصلاح نشده یه واقعا وحشتناک حرف میزن. اوکی دوستان، یه سری ها واقعا یه سری از عزیزان هستن قطبهای مؤنث، اصلا قطب مؤنث هم من نمیتونم بهشون بگم، من بهشون بگم قطبهای بیمار، این و این قطبهای بیمار باید برن واقعا درمان بشن. بریم ببینیم دوستان چه خبر هست در کارتهای دیگه. عزیزانی که در جدایی به سر میبنید، شخص مورد نظر شما در چه انرژی هایی هست دوستان؟ میگه که داشتن پروژه با تو. خب این در گذشته احساسی شما پروژه های زیادی داره که هیچ وقت عملش هم نمی کنه بنده خدا. من دوست دارم با تو یک پروژه بزرگ داشته باشم و با تو مشارکت داشته باشم، مادی، معنوی، و اینکه با هم دیگه یه چیزهایی رو انتخاب کنیم، اما من مطمئن هستم که من و تو میتونیم با هم کار بزرگی رو انجام بدیم، فقط باید بهش اعتقاد داشت. شما هم اعتقاد داشته باشین، از صبح تا شب بگین اعتقاد تا ببین چه میشه. این هم این شخص، میخوام با تو پروژه داشته باشم ولی الان در حال حاضر مفقود الاثر هستم. و اما ببینیم دوستان کائنات چه پیامی برای شما دارن. این از کارت‌های کائنات استفاده می‌کنم به جای کارت‌های فرشتگان مقرب امروز. ببینیم کائنات چی بهتون میگن. اوکی. آواز پرندگان. چشماتو ببند و اینکه صدای پرندگان رو که در گوش تو زمزمه می کنن و می چرخن حس کن. بذار نگاه تو به سمت قلب تو برگرده و عشق رو و شادی عمیق رو که پرندگان با تو تقسیم می کنن حس کن و حس کن که چگونه هر حس تو رو نوازش می کنن. بسیار زیبا، حرف از اتحاد الهی می زنه. واقعا یک وقتهایی هستش که من یکی از چیزهایی که رو خیلی دوست دارم وقتی که آدم میره توی یک ده صبح زود، این صدای پرندگان و این بوی زمین
نمناک و تر حال آدم رو خوب میکنه. ببین دوستان، عزیزان از دست رفتمون برامون چه پیامی دارم؟ بهتون حرف از این میزنن دوره آموزش. من در حال حاضر در یک دوره آموزش هستم. اگر که کمتر از من نشانه میبینی و حضور منو کمتر حس میکنه، این هستش که من چیزهای جدید رو اینجا دارم یاد میگیرم و در اون آگاهی معنوی پیشرفت میکنم. من هرگز شما رو فراموش نمیکنم. روح همه عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. عزیزان دل، این فال شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و پاینده باشیم. خدا نگهدار دوستان.